یک سیستمی میخوام که مردم احساس امنیت کامل بکنن که با یک تلنگر هیچ حکومت خارجی نتونه مملکت رو از مصادف بالا پایین بکنه. قدرت در مردم، قدرت در سیستم. ما باید سرمایه‌گذاری اساسی در نظامی بکنیم که هیچ نیروی خارجی نتونه تلنگر به مملکتمون بزنه. البته نه با شعارهای پوپولیستی، نه با شعارهای بی‌سوخالی، با نهادینه کردن اساس دموکراسی، ساختارهای اجتماعی، ساختارهای حتی ما برای حکومتی در قسمت فرض کنید نهادهای به اصطلاح NGO های مملکت، جامعه مدنی. این کار شوخی برداری میکنه، اساسی است. منتها من اعتقاد دارم، باور دارم، میدانم، حس میکنم، میشنوم که میلیون ها ایرانی هستند بسیار راغب و بسیار قابل که در تمام این زمانه ها هر کدوم دارن کار خودشون انجام میدن. باشد که این انرژی، این اهداف برسه به اون مرحله که با یک کار جمعی بتوانیم نهایتاً از شر این حکومت خلاص بشیم و آنچه که سزاوار و شایسته و حق مردم ایران هست بتونیم در آینده پایه‌گذاری بکنیم. این کار البته که تلاش میخواد، این کار که البته زحمت میخواد، این کار البته که از خود گذشتگی میخواد، که مردم دارن نشون میدن. مردم دارن علارغم مشکلات، ببینید چقدر این ماشاءالله این زنان ما، جوانای ما به چه شکلی به هر طریقی انتقاد شدن، اونم دست تنها. اما پتانسیلش رو ببینید، قابلیت اونا هیچ، اصلا برای من مثل روز روشنه که موفقیت برای مردم ایران برای من محققا یک هیچ راهی نیست که این حکومت بتونه دوام بیاره. حالا از من بپرسید که جوابش رو شاید بتونم بهتون بدم، اما برای من مثل روز روشنه. فقط همونطور که به شما گفتم، تنها دغدغه من این هست که هزینه این تغییر به حداقل ممکن باشه برای همیهنانمون، که به اندازه کافی این وسط کشته دارن، خسارت دیدن، سختی کشیدن، سختی اقتصادی کشیدن، چون همینجوری که نمیگیم. بنابراین راه های دیگری هم ممکنه یه دست تصور بکنم، ولی من به مصلحت کشورم. فقط مسئله تغییر نظام نیست، بس ببینیم به کجا میخوام برسیم، چگونه برسیم، چگونه بتونیم زمین این آزادی رو به وجود بیاریم. اینها جزء تمام خواستها، دیدگاهاست. ممکنه همه با من هم عقیده نباشن در نحوه و سلیقه رفتار، ولی خب من در حدی که در بینش و توانم هست این راهکار رو ارائه میدم، این پیشنهادات رو میدم. دست همکاری هم همیشه به جهت هر ایرانی که علاقه من به این هدف همشکل هست میدهم. اصلا کاری به سابقه شون ندارم، کاری ندارم که دیروز با رژیم قبلی بود یا مخالف رژیم قبلی بود، چون من یک سوال فقط ازشون بیشتر ندارم. بود امروز توی ایرانی برای مملکت چه حاضری بکنی؟ امروز چی میخواد؟ امروز در این راستا آیا حاضری بیا جلو؟ همین. و امیدوار هستم که پاسخ این سوالم رو که چه سوال جمعی است به هم دیگه بدهیم. این گو اینم میدان در 3-4 دقیقه آینده دو سوال دارم که به همون نسبت زمان هم افرایم که از جوابشون طبیعت نم و اون این که من 10 سال پیش بود اینم از سوال های مردم هست هم بباسم که روشنشون کنیم. و اون این که من در یک جلسه میدیایی در رسانه بود که از گلحظه سوال کردم که با یک دنیا عذرخواهی از اگر جسارتی در این سوال بوده، بازم این رکار میکنم که آیا در ارتباط با حرکت های شاهزاده گلحظه، آیا شما مدت ها به دلایل سیاسی اوضاع جهان و اون معادلات پشت یک چراغ قرمز شما را ایستاندن، یا اینکه منتظر چراغ سبزی هستید که اون چراغ سبز باید روشن بشه برای حرکت های بیشتر؟ من به هیچ چراغی به غیر از خاص مردم ایران نگاه نمی کنم. من این انگیزه رو در مردم ایران باز جستجو بکنم. من این انگیزه رو قبلا تو گفتم، یه دست که صدا نداره. هیچ نیرویی رو، هیچ دیواری رو، هیچ به قول شما چراغ قرمزی در مقابل هیچ کدوم از ما نیست. برای اینکه اساس قضیه برمیگرده به توانمندی جامعه و باور به خودش. این سوال رو از همیهنانم هم بکنید. من هیچ وقت اعتقاد به سیاست های توهم توطئه نداشتم. آقا انگلیس ها فلان، آقا امریکایی ها بسار، دایجان ناپولونی که نمیشه فکر کرد. حالا یه دمو که اینجوری فکر کنم، ولی اون من نیستم. من همیشه اعتقاد داشتم خب البته که میدونیم بهتون گفتم زمانایی هستش که منافع جهانی و کار یه ملتایی رو مشکل تر میکنه. خب دغدغه ایران این همه در قرن اخیر چی بوده؟ مگه این دست اندازی ها و سیاست ورزی ها نقش شوروی، نقش بریتانیا، نقش کشورهای دیگر سر مسئله نفت، سر مسئله سوق الجیشی مملکت بدبخت ما تحت این قضیه بوده؟ مثلا دارم بهتون میگم آنچه که بیشترین تضمین این بخواهد بود که منافع کشور ما این وسط محفوظ بمونه، آنچه که تضمین کننده این هستش که مردم ایران این وسط سرشون کلاه نره، آنچه که تضمین خواهد بود که ما بتونیم از استقلال و آزادی خودمون دفاع بکنیم،
آنجایی که ما به عنوان یک ملت باید در یک نظامی سرمایه گذاری بکنیم و خودمون رو به شکل مستقیم دخیل و مسئول بدانیم، سیستمی رو بسازیم که هر نوع دسیسه خارجی هم که باشه نتونه به ضرر مملکت ما تموم بشه. ضمناً واقعین هم هستیم، ما نیستیم قدری یه طرفه ببینیم. خب دنیا بر اساس منافع میشرخه، بعضی وقتا منافع مشترکه، بعضی وقتا متفاوت. در جایی که متفاوته باید صدرکتر امکان داشته باشیم که از منافع خودمون دفاع کنیم. در جایی که مشترک باشه خب تا به حل مراد. اینا همش برمیگرده به نظام و نهایتا اگه مردم این وسط میخوان بازارترین تضمین داشته باشن، باید بدانن که این سیستم وظیفه جوابگو پاسخگو خواستاشون هست. این فرمولش هم کاملا روشنه در سطح جهانی. اساس مسئله این هست و بنابراین به نظر من اولین کسی هستم به شما میگم که علارغم مشکلاتی که بوده ما این تلاش رو کردیم. خوشبختانه امروز راه ها داره بیشتر باز میشه، کار ممکنه ساده تر باشه. ولی من اولین حرفم همیشه این بوده به همیهنانم، ما به هیچ نیروی برقرار نیروی خودمون تکه نباید بکنیم. چه دنیا بخواد چه نخواد ما وظایف و هدف خودمون رو دنبال خواهیم کرد. متهم تو که میگم حرف من به دنیا این هستش که به صلاح خودتونه که بیاین و کمک بکنیم به این جریان. یک ملتی خواهد بود یه روزی قدردانی خودش رو از تمام کسانی که در این وضعیت جلو چشم خودشون این همه بی‌اجازه رو در مورد مملکت می‌بینن، آیا تنها میشنن کنار فکر منافع خودشون هستن یا میان بر منافع این مردم و حق مسلمشون دفاع خواهند کرد از نظر پرنسیپ؟ اونا جوابش رو خواهیم گرفت. بنابراین هیچ مانعی سر راه من هیچ وقت نبوده، منتها سوال از خودمون بکنیم، آیا ما نبودیم که بیشتر با هم سرشاخ بودیم؟ آیا ما نبودیم که به فکر گذشته بودیم به جای که به فکر آینده باشیم؟ آیا ما بودیم که بحثای پیشین رو پیش میکشیم که هیچ ربطی به وضعیت کنونی نداره؟ ما خودمون بپرسیم، تقصیر این رو نندازیم. و من احساس میکنم که برخوردهای امروزی جامعه ما خیلی بیشتر داره به دیر آینده نگری اکنون بیشتر پرداخته میشه، علی خصوص که چون نسل جدید این سر کار داره میاد، روز به روز بیشتر در صحنه داره ظاهر میشه. اینها وراثت طبیعی این آینده هستند و همه بیشتر خودشون رو دخیل در مسائل آینده مملکت میدونن و حتی خودشون رو میخوان بزنن. طبیعی است که این روند داره به این شکل الان بیشتر و بیشتر پیش میره که جای بسی خوشبختی و امیده. ولادت، من آخرین مورد رو میخواستم خواهش کنم که برای اونهایی که در یک کبیر تشنه لب باز کردن و آب میکنن و برای اون عده کثیر اون آب و اون باران شما میتونید باشید در هستید که بهشون پیام بدید. دیدن که در آخرین جسمت پیام ها رو گرفتن و داده شد. اینه که از این سوال هم مصرف میشن برای اینکه گفتنی ها رو فرمودید. اما اگه دو سه کلمه فقط در یک جیر و حالت خلاصه تری چون وقت شما گرفته است مطمئن هستم یک پیام بدید. حالا با این حال یک پیامی که اونا شما رو دوست دارن و دلشون میخواد که امیدوارتر بشن به آینده شون. فکر کنم اساس مطلب در باور به خود آغاز میشه. سرآغاز هر تحول بنیادی زمانی است که یک بیداری به وجود میاد، یک مسئله هویتی پیش میاد، یک مسئله ارزش ها پیش میاد، یک مسئله تاریخی مطرح میشه، مسئله فرهنگی مطرح میشه، مسئله یک دیدگاه و یک خاص و یک آینده نگری مطرح میشه. و اینکه تک تک مردم اون کشور احساس بکنن که در این خواست و در این آینده نگری تنها نیستن، یه بغل دستی دارن، یک رفیق راه دارن، یک همسفر دارن، یک دید کلکتیوه، یک دید جمعی است. بله، این رژیم کاملا سعی کرده از روز اول جامعه ما رو طوری اتمیزه بکنه که هر فردی حتی امنیت فردی خودش رو نتونه جستجو بکنه، برای که خودش رو سر کار نگه داره. اما اگه ما باور داشته باشیم که تنها نیستیم، در این خواست مشترک میلیون ها ایرانی، اکثریت جمعیت ایران در این خواست هستن، علارغم خودکشماق این رژیم، علارغم به زندان انداختن ها، علارغم اعدام ها، علارغم سنگسار ها، علارغم این رفتار، آخرش چیره خواهند شد و هیچ قدرتی جلوی نیروی نمیتونه بگیره. منتها نه با جنگ، نه با کشت و کشتار، نه با انتقام، بلکه با باور و اطمینان که در فردای ایران، ایران آزاد شده، ما نظامی رو میتونیم در مملکت پیاده بکنیم که تمام این خواستهای دیرینه جامعه رو در بر بگیره، تمام اون مساوات، تمام اون عدالت ها، تمام اون مکانیزم ها رو
تضمین بکنه برای جامعه. من باهاتون شرط می‌بندم که هیچ ایرانی در اون مملکت نخواهد بود که پای جان در خدمت مملکتش در سایه این تضمین‌ها و حقوق منتهای تلاش خودشو برای مملکتش نکنه. برای من هیچ بحثی نیست، چون یک امر انسانی در سطح جهان این رو من مشاهده کردم و هیچ دلیلی نمی‌بینم که مردم ایران این قابلیت‌ها و توان‌ها رو نداشته باشن. من از روز اول و تا روز آخر بر این باور و بر اتکای نیروی لایزال و واقعی مردم تا اون روزی که به خودشون اعتقاد آورده باشن و باور داشته باشن که می‌توانند، برای من هیچ شکی نیست که در این راه موفق خواهیم بود. و تمام پیام من به همینان می رسد که هرگز فراموش نکنند که قدرت در دست خودشون هست، فقط کافی است که باور واقعی پیدا بکنند به این قابلیت و اگر این باور رو داشته باشن 100% موفق خواهند بود. من ضمن تشکر به عنوان یک ایرانی که حق داره که اینجا بگی که بلند شد در خاک پاک میهنمان، دارم این امید روزی بگویمت که به ایران خوش آمدی. خیلی خدا خداوند.